الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محسنين عزيز وقرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا کنه که به جامعه صحت ملبس باشه. دوستای عزیز، در سلسله بیان مناهج شارحین کتاب های حدیثی، در قسمت ما مختصرا می پردازیم به بیان مناهج برخی از شارحین سنن ابو داود. قسمی که قبلا ما در مسئله بیان در بیان منهج خود امام ابو داود در مورد مکانت و منزلت سنن ابو داود صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که یکی از موسوعات حدیثی است در بیان در مورد بیان احادیث احکام، و طبعا شخصیت ابو داود و حافظه ابو داود و مهارتش در علم حدیث او قبلا به او اندکی اشاره کرده بودیم. به می اساس ما می بینیم که سنن ابو داود چون از جایگاه بسیار بلند برخوردار است، علمای ما، محدثین ما هم به این اهتمام کردند و شروح متعدد را به این کتاب نوشتند. شروحی که برخی بسیار به شکل تفصیلی و برخی به شکل اجمالی تلاش کردند که احادیثی را که سنن ابو داود جمع‌آوری کرده او را شرح بکنند، و در کنار از این برخی از مفاهیم و مقاصدی که امام ابو داود خودش از نوشتن این کتاب داشت او را هم واضح بسازند. به اساس ما شروح زیادی را داریم. مشهورترین شرحی که ابو داود داره و از جمله قدیمترین شروح کتاب‌های حدیثی است اطلاقا، به این معنا که از نخستین شروحی است که برای یک کتاب حدیثی نوشته شده. او شرح معالم السنن از امام خطابی است، ابو سلیمان حمد بن محمد ابن ابراهیم الخطابی، در سال 388 وفات یافت. خطابی صاحب در کنار از این شرح را به صحیح بخاری هم نوشته، ولی این شرح سنن ابو داود بسیار معروف و مشهور است، از جمله نخستین شروح حدیثی است. کتاب دیگری که شرح سنن ابو داود است انتحاء السنن و اقتفاء السنن لابی محمد احمد بن محمد المقدسی. شرح معروف و مشهور است، البته زیاد مورد استفاده علما قرار نگرفته، ولی در میان علما هم زیاد مشهور نیست، ولی از جمله شروح قدیمی سنن ابو داود است. شرح دیگر شرح عینی است، حافظ بدرالدین عینی بالای ابو داود شرح داره ولی کامل نیست، و این شرحش جدیدن در سالهای اخیر به زیور چاپ به اصطلاح چاپ شده و امروز در دسترس علما قرار داره و یکی از شروح خوب و به اصطلاح جامع سنن ابو داود، البته تا جایی که ایره به اصطلاح تکمیل کرده. شرح دیگر از امام سیوطی رحمه الله است، مرقات السعود. این شرح معروف است که عموما در برخی از چاپ های پاکستانی که چاپ شده در حاشی از او این کتاب هم چاپ است. شرح دیگر از ابو داود معروف است، مشهور است و شرح جامع و شرح بسیار مفصل است که المنهل العذب المورود شرح سنن ابی داود از محمود محمد خطاب السبکی. این شرح هم کامل نشده، شرح ناقص مانده، ولی یکی از شروح بسیار مفصل سنن ابو داود است. شرح دیگری که ابو داود داره
شرح بذل المقصود، بذل المجهود است، بذل المجهود. ای از شروح معروف است که از علمای هند خلیل احمد سهرانپوری سبیر نوشته کرده و یکی از مراجع اساسی در مذهب حنفی هم شمرده میشه. عظیم آبادی صاحب دو شرح داره بالای سنن ابی داود، یکی خو شرحی که نسبتا مفصل تر است به نام غایت المقصود، شرح سنن ابی داود، ای شرح مفصل تر است، ولی ای را باز بس خلاصه کرده به نام عون المعبود شرح سنن ابی داود، عون المعبود شرح سنن ابی داود، که شرح امروز در دسترس علما قرار داره، در مکتبات و کتابخانه ها موجود است و زیاد مورد استفاده قرار میگیره. و شرح دیگری که نوشته شده التعلیق المحمود از شیخ فخر الحسن الگنگوهی صاحب است، که این شرح هم عمدتا در به اصطلاح حاشیه چاپ هایی که در پاکستان چاپ میشه اغلبا دی می باشه. این برخی از شروح معروف سنن ابو داود است. ما طبعا همه اینها را تشریح کرده نمیتونیم، برخی از شروحی که زیاد مورد استفاده هستند روی ازو و منهج اونها مختصرا صحبت میکنیم. گفتیم که نخستین شرحی که نوشته شده شرح معالم السنن از امام خطابی ده صاحب است. امام خطابی صاحب حمد بن محمد بن ابراهیم البستی ابو سلیمان من اهل کابل، از بست است، از منطقه بست که امروز مربوط هلمند و نیمروز این مناطق است، از نسل زید بن خطاب رضی الله تعالی عنه است. شخص بسیار بزرگ، فقیه و محدث است و امام از ائمه سنت است، قسمی که امام سمعانی صاحب در موردش میگه. تألیفات متعدد داره، از جمله معالم السنن، چیزی که ما در صدد ازو هستیم، و غریب الحديث و شرح البخاري و الغنية، ای شروحی است که داره، در سال 388 وفات کرده. طبعا این شرح بسیار طولانی نیست، شرح مختصر است ولی فواید بسیار زیادی داره، به اساس از اینکه شروحی که بعدا آمده اغلبا این شرح از جمله مصادرشان است که از این شرح استفاده کردن و چیزی را که خطابی صاحب در مورد برخی از مفاهیم حدیثی بیان کرده به او استدلال کردن و به او استشهاد کردن. منهجش ای است که نخست حدیث به سند امام ابو داود رحمه الله ذکر میکنه، مثلا میگه که قال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشیم، به می شکل حدیث تا آخر ذکر میکنه، اول حدیث میاره. قضیه دومی است که در مورد رجال سند صحبت نمیکنه، در مورد رجال سند زیاد صحبت نمیکنه، بسیار کم جاهایی است که روی ازو بپردازه. جهدش، تلاشش ای است که در معانی حدیثه و شرح مفردات حدیثه بکنه به شکل مختصر و به شکل جامع. چیز دیگری که این کتاب داره، ویژگی دیگری که این کتاب داره، تلاش میکنه که مفردات و کلمات غریبه ای که در حدیث وارد شده او را شرح بکنه، چیزی که نیاز به شرح داره در حدیث، و کسی که اگر میخواه حدیثه، الفاظ حدیثه، معانی حدیثه بفهمه، او را شرح میکنه. البته خودش بیانگر ازی است که امام خطابی یکی از ائمه لغت هم است، مثل که امام حدیث است از ائمه لغت هم شمرده میشه. مسئله دیگری که امام خطابی صاحب داره ای است که همه احادیث که در یک باب آمده او را شرح نمیکنه، به خصوص در جایی که اگر شرح احادیث متعدده در ضمن شرح یک حدیث جا با جا شده میتونه و یک حدیث شرح میکنه و او احادیث متعدده را میگذاره، چون نیاز به شرح جداگانه نداره، یا به تعبیر دیگری اگر بگویم تلاش میکنه که احادیث باب به شکل اجمالی، به شکل اجمالی مفاهیم و مسائل از او را ذکر بکنه. فقه حدیث ذکر میکنه، فقه حدیث به این معنا که مسائلی که از حدیث استنباط میشه یا چیزی که یک انسان از حدیث میفهمه، چی مسائل عقیدوی باشه یا فقهی باشه یا حتی تربوی باشه، او را ذکر میکنه و آرای علما را هم در برخی از موارد اندکی ذکر میکنه. منهجش ای است که ترجیح هم میکنه، ولی ترجیح به اساس امو منهجی که خودش داره، اجتهادی که خودش داره ترجیح میده.
و ویژگی دیگر این کتابی است که اگر در یک حدیث فواید و یا استنباطات دیگری باشد که ممکن او به عنوان باب چندان ربطی هم نداشته باشه، ولی خود حدیث بیانگر از او است و از او استفاده میشه، به او هم اشاره میکنه. در مسئله عقیده او مسلک خلف انتخاب کرده، تأویل مؤول است، از جمله مؤولین است و مسلک خلف انتخاب کرده. طبعا در این مورد ما قبلا هم صحبت کرده بودیم که در چوکات اهل سنت و جماعت دو نظر وجود داره، دو نظر وجود داره. یکی نظر به اصطلاح سلف است، متقدمین، چه سلف اهل حدیث باشه یا سلف اشاعره باشه یا سلف ماتوریدیه، و یکی مسلک خلف است که در اشاعره و ماتوریدیه برخی به تأویل تفصیلی رفتن، به طرف تأویل تفصیلی. اینجا یک باریکی است که برخی گمان میکنن که مسلک سلف معنایش است که سلف که اونها به طرف تأویل تفصیلی نمیرن، بلکه تأویل اجمالی میکنن. فکر میکنن که مسلک سلف تنها مسلک اهل حدیث است، ولی این گپ درست نیست، بلکه مسلک سلف در چوکات اهل سنت و الجماعت در اهل حدیث هم وجود داره، در اشاعره هم وجود داره، در ماتوریدیه هم وجود داره. همه اشاعره و همه ماتوریدیه اونها به طرف تأویل تفصیلی نرفتن، بلکه اونها هم تأویل اجمالی را به اصطلاح افضل میدانن، ولی خلف به طرف تأویل تفصیلی رفتن، به اساس ای به نام مسلک خلف نامیده شده. و قضیه دیگری که نیاز به بحث داره و نیاز به تحقیق هم داره و میشه که روی از این بحوث نوشته شود، این است که امام خطابی صاحب در کتاب خود یک سلسله قواعد و ضوابط ذکر میکنه که در روشنی از او احکام استنباط میشه، در روشنی از او به اصطلاح اجتهاد صورت گرفته میتونه، یا ای که مسائل فقهی به او بنا شده میتونه. طبعا این یک مسئله بسیار جالب است به خاطر بحث یا تحقیق یا نوشتن یک رساله علمی اگر کسی میخواه که جمع‌آوری بکنه همین قواعد را که امام خطابی صاحب در کتاب خود در جاها به شکل پراگنده ذکر کرده و این قواعد باز به او استدلال کرده و به او استشهاد صورت گرفته. ای است کتاب معالم السنن از امام خطابی رحمه الله. شرح دوم شرح بسیار معروف است، عون المعبود، شرح سنن ابی داود. ای از مؤلفش محدث بزرگ است، ابو الطيب محمد شمس الحق ابن امیر علی ابن مقصود علی الصدیق العظیم آبادی، در سال 1273 تولد شده و 1319 فوت کرده. از بزرگترین محدثین شب قاره هند است و یکی از علمای اهل حدیث است و در زمان خود طبعا نابغه شمرده میشه. طبعا ای از شاگردای معروف محدث دهلوی صاحب سید نظیر حسین صاحب است، یکی از علمای معروف و مشهور اهل حدیث در شبه قاره هند که اغلبا امی سلسله علمای اهل حدیث به سید نظیر حسین صاحب میرسه. طبعا ای امام عظیم آبادی صاحب از این استفاده کرده و کتب سته و موطا و دارمی و کتاب ها را خوانده. خداوند متعال برش یک ملکه بسیار خوبی داده بود، به اساس خداوند ای را از جمله اشخاص قرار داد که مورد استفاده امت قرار بگیره. شیوخش طبعا گفتیم که سید نظیر حسین صاحب است، حسین بن محسن انصاری صاحب و از شاگردای هم زیاد دار، از جمله محمد عبدالرحمن مبارک پوری صاحب که این کتاب تحفه الاحوازی را که نوشته کرده او است. طبعا پیشتر هم اشاره کردیم که در علم حدیث آثار زیاد داره، از جمله غایت المقصود فی حل سنن ابی داود و عون المعبود علی سنن ابی داود، التعلیق المغنی علی سنن الدارقطنی، غنیه الالمعی عن عده مسائل، في الحديث، النجم الوهاج شرح مقدمه صحيح مسلم بن الحجاج. ای از جمله شروح حدیثی است که عالم بزرگ نوشته کرده. منهجش ای است که هو شرح كامل على الكتاب، فهناك شروح للكتاب ولكنها لم تكتمل. الشرح كامل است،
البته ویژگی کتابی است که شرح کامل به این معنا که همه کتاب سنن ابو داود شرح کرده، در حالی که برخی از شروح ابو داود ناقص مانده، مثل شرح عینی، شرح سبکی ناقص مانده، ولی این کامل است. قضیه دیگری است که پیشتر ما گفتیم که اصلا کتاب غایت المقصود بسیار تفصیلی و طولانی بود و خودش در مورد نوشتن این کتاب میگه که میخواستم که ایره را مختصر بکنم، بنابراین شرحش به اصطلاح وسط است، به این معنا که نه بسیار طولانی است که انسان خسته بکنه و نه بسیار مختصر که مطالب از پیشش فوت شود. در قدم اول عبارت حدیث نقل میکنه و بعد از او بالای از او صحبت میکنه، اسمای مهمله را او تمیز میکنه که ای فلان است یا ای فلان. وقتی که یک کسی نامش ذکر نباشه طبعا او را ذکر میکنه. کسی که منصوب باشه، نسبت شده باشه، مثلا المکی، حدثنا المکی یا الکوفی، با این شکل نسبت شده ولی نامش ذکر نیست در سند، این نام ذکر میکنه که ای فلان است. اگر یک لفظ احتیاج به ضبط داره او را ضبط کرده، معنای ضبطی است که زیر و زبر می خواهد به خاطر از اینکه تفریق شود بین الفاظ مختلفه و لفظ از لحاظ لغت به شکل درست فهمیده شود. مسئله دیگری که کتاب داره که اختلاف روایات متن سنن ابو داود او رو ذکر میکنه و فروقی که در این میان هست ذکر میکنه که بین این متن و این متن اینی فرق وجود داره، اینی مسئله است. کلمات غریبه را شرح میکنه، کلمات غریبه را شرح میکنه اگر یک کلمه باشه که نیاز به تشریح داشته باشه. در مورد فقه الحدیث هم صحبت میکنه، مفهوم حدیث بیان میکنه، معنای حدیث، محتوای حدیث به شکل بسیار درست و جامع بیان میکنه. قضیه دیگریش است که احادیث ابو داود تخریج کرده، معنایش است که اگر این احادیث در جای دیگری روایت شده باشه، بخاری، مسلم، ترمذی، دیگرا روایت کرده باشن، تخریج از او را میکنه. البته در تخریج خود بالای امام منذری صاحب که او در مختصر سنن ابو داود کرده در او بالای از او اعتماد کرده، معنایش است که قول از او را در تخریج نقل کرده و از فتح الباری و شروح دیگر هم استفاده میکنه و به این شکل تقریبا یکی از جامع ترین شروح سنن ابو داود است. البته در منذری صاحب در مختصر خود وقتی که قضیه چی را ذکر میکنه، تخریج احادیث، طبعا در اوجه برخی از مشکلات وجود داشته که ابن قیم صاحب باز او را تصحیح کرده، تصویب کرده، بناهن عظیم آبادی صاحب امو تصویبات ابن قیم صاحب هم در نظر گرفته. در مسائل اختلافی در باب فقه او به تفصیل صحبت میکنه و ادله و دلایل هر مذهب و هر رأی ذکر میکنه. در برخی از مسائل باز تحقیقات مفصل داره که گویا مثلا او یک رساله کوچک از او جور شده میتونه، مثلا الکلام علی من ادرک رکعتا، در این مورد چندین صفحه صحبت کرده و جمع‌آوری کرده، اقوال متعدده، به اصطلاح روایات متعدده بحث کرده، مناقشه کرده. در حقیقت او یک رساله کوچک است در این موضوع. یا الجمعه فی القرى، ای یک رساله کوچکی است که در ضمن کتاب عون المعبود نوشته است. یا عدد تکبیرات العیدین، یا الاذان بین یدی الامام، یا مثلا در مورد المسح علی الجوربین. این مسائل وجود داره که گویا رسائل کوچک کوچک است که او در ضمن کتاب عون المعبود آمده. در مسائل عقیدوی او پیروی مذهب سلف است که تأویل تفصیلی را نمی کنه، به تأویل اجمالی اکتفا می کنه و چون در هندوستان زندگی داشته و بدعت هایی که در وقت وجود داشت به او رد میکنه و او را ابطال از او را بیان میکنه. این بود کتاب عون المعبود شرح سنن ابی داود. از شروح دیگری که سنن ابو داود داره و معروف و مشهور است، بذل المجهود است. بذل المجهود شرح سنن ابی داود. این شرح از علامه خلیل احمد ابن مجید علی الحنفی
السهارنپوری، السهارنپوری ازی است. در سال 1269 در قریه نانوتا که مربوط سهارنپور است در ایجا تولد شده. طبعا مثل که علمای دیگری ما در وقت رواج داشتن، از طفولیت او شروع میکنه به تعلیم و تعلم علم حدیث و علم فرا میگیره در دیوبند، در سهارنپور، و علوم عالی که مروج بود در وقت، چی عقلی چی نقلی، او را هم فرا میگیره. به حرمین چندین بار رفته و از جمله کسایی است که استادای بزرگ و ائمه بزرگ در شب قاره هند است. استادایش معروف شیخ محمد یعقوب نانوتوی است، مظهر نانوتوی است، حسن سهارنپوری است، رشید احمد گنگوهی و دیگرا از جمله استادایش است. و شاگردای معروفش هم محمد یحیی گاندهلوی و عبدالله گنگوهی و عاشقلای میرتی و محمد الیاس گاندهلوی صاحب و فیض الحسن گنگوهی صاحب که همش از جمله مؤلفین و علمای بزرگ است. در سال 1346 در مدینه منوره در اوج فوت شده و در بقی در اوج دفن شد. امام سهارنپوری صاحب در بذل المجهود، در بذل المجهود که یکی از مراجع بزرگ و اساسی در مذهب حنفی شروع شمرده میشه، که اگر بگویم که بسیاری از مسائلی که در مذهب حنفی به احادیث به وجه استدلال شده، مناقشه شده، این بذل المجهود از مراجع اصلی از او شمرده میشه. ویژگی این کتاب و یا به اصطلاح دیگری منهج این کتابی است که به اقوال امام ابو داود زیاد اهتمام کرده. اقوال امام ابو داود معنایش این است، امام ابو داود در کتاب خود یک اصطلاحی داره یا یک منهج داره که در برخی از موارد، چی در مشکلات سندی باشه یا در مشکلاتی که در روایات مختلف متن است، او نظر خود ذکر میکنه و قول خود، اجتهاد خود در اون مورد ذکر میکنه یا ترجیح میده یا کوشش میکنه که جمع بکنه بین روایات. این محاوله یا تلاشی را که امام ابو داود صاحب کرده ایره زیر عنوان قال ابو داود میاره. وقتی که میگه قال ابو داود، بعد از اون نظر خود در مورد حل امو مشکلی که در اوج وجود داره بیان میکنه. و یکی از مشکلات سنن ابی داود یا تدریس سنن ابی داود یا فهم سنن ابو داود، فهم امی اصطلاح قال ابو داود است که در این مورد حتی رسائل مختصر و جداگانه نوشته شده که تنها امی قال ابو داود شرح کرده. ویژگی کتاب بذل المجهود ای است که سهارنپوری صاحب بسیار تلاش کرده که قال ابو داود شرح بکنه. در این مورد چیزی که آمده او را به شکل جامع و به شکل بسیار خوب شرح بکنه. مسئله دومی است که طبعا ما در شب قاره هند نسخه های مختلف از سنن ابو داود وجود داشت. این تلاش کرده که اون نسخه ها را تصحیح بکنه و به اصطلاح نو تحقیق کرده سنن ابو داود. احادیث معلقه که وجود داشته، معلقاتی که وجود داشته، او را تخریج کرده، بیان کرده که این موصول در کجا ذکر شده، کی ذکر کرده. اگر او را پیدا نکرده، تصریح کرده که در این مورد من تلاش کردم ولی چیزی را پیدا نکردم، حدیث به شکل معلق خود باقی میمانه. روایات حدیث اگر با ترجمه الباب نیاز به تطبیق داشته باشه، امام سهارنپوری صاحب این کار انجام داده، تطبیق کرده روایات حدیثی را با ترجمه الباب. و اگر در جای تکرار صورت گرفته، طبعا امام ابو سهارنپوری صاحب تلاش کرده که حکمت تکرار بیان بکنه که چرا امام ابو داود صاحب مثلا این قضیه را تکرار کرده. اگر در شرح یک حدیث شارحین اختلاف کردن، نظرات متعدد را مختلف را مطرح کردن، سهارنپوری صاحب تلاش کرده که در این مورد یک حکمی داشته باشه، اجتهادی داشته باشه و چیزی که نظر عزیب او رسیده و برش ثواب و صائب معلوم شده او را ذکر کرده. پیشتر گفتیم که بذل المجهود نه تنها که کتاب حدیثی است بلکه موسوعه فقهی هم است. موسوعه فقهی از یک طرف مذاهب اربعه را به تفصیل ذکر میکنه، از طرف دیگر ادله مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله را بسیار به تفصیل و به شکل جامع ذکر میکنه. در کنار از در اسماء الرجال و در علوم الحدیث مباحث
بسیار قیمه داره. برخی از مسائل وقتی یک مسئله از مصطلح الحديث و علوم الحديث میاد در ضمن مباحث، باز او را بسیار به شکل خوب به شکل تفصیلی ذکر میکنه. در اسماء الرجال به شکل بحث میکنه و مشخص میکنه که روات کی است، کی به اصطلاح ثقه است، کی غیر ثقه است، اختلافاتی که در جرح و تعدیل آمده روی از او هم صحبت میکنه. يتحرض بقدر الإمكان عن نسبة الخطأ للراوي ويحاول التأويل. یکی از مسائلی که عموما در میان محدثین رایج است این است که وقتی که احادیث متعارض باشه، یکی از راههای حل را که علما مطرح کردن این است که میگوین که اینجا راوی وهم کرده یا راوی اشتباه کرده، کوشش میکنن که به راوی نسبت خطا و اشتباه را بکنن. ولی سارنپوری صاحب به دیگه طرف رفته، او کوشش میکنه که به قول یک راوی تأویل مناسبی را بیان بکنه تا اینکه از تعارض و تناقض خارج شو و بیرون شو. فایده دیگری کتاب یا ویژگی دیگری این کتابی است که نکات بسیار جالب علمی داره، استنباطات بسیار خوب فقهی و لطیف و باریک داره که انسان وقتی که این کتاب میخونه در میابه که سارنپوری صاحب یک شخصیت بسیار بزرگ و عالم بسیار بزرگ و یک نوع اجتهاد داشته که خداوند متعال برش این ملکه را ذکر داده بود. برخی از مطالبه در صورت مصلحت یا وقتی که تقاضای مصلحت بوده باشه او را بار بار ذکر میکنه، او را یعنی تکرار در برخی از مطالب است، ولی به اساس مصالحی که امام سارنپوری صاحب او را دیده. در مورد فتن و ملاحم، احادیثی که آمده تبنده اوجه زمانش مشخص نیست، فتنه مثلا مشخص نیست که کدام فتنه است، از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به شکل پیشگویی مسائل آمده، پیشگویی کرده، ولی تعیین و تشخیص نشده در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. سارنپوری صاحب کوشش کرده که تعیین بکنه که مثلا امی فتنه ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث به او اشاره کرده، این فتنه مثلا در زمان فلان خلیفه و در فلان جا واقع شده بود و او را یک نوع تطبیق میکنه. قضیه دیگری که سارنپوری صاحب داره در مسائل اختلافی، ترجیح میکنه، تو ساکت نمیمونه، خصوصا در مسائل فقهی. و پیشتر گفتیم که چون مذهبش حنفی است، اغلبا او ترجیحاتش مبتنی بر مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. و آخرین چیزی که ما در کتاب سارنپوری صاحب پیدا میکنیم این است که او در حقیقت چون وقتی که شرح میکنه حدیث، شرح حدیث نیاز به علوم متعدد داره، به خاطر از اینکه بیان مفاهیم لغوی نیاز به کتابهای لغوی داره، بیان مسائل فقهی نیاز به کتابهای فقهی داره، بیان مسائل سند نیاز به کتابهای رجال داره. امام سارنپوری صاحب مصادر خود به اصطلاح ذکر کرده و ایرا بیان کرده که مثلا ما در کدام ناحیه مثلا از کدام کتاب بیشتر استفاده کردیم. مثلا در شرح احادیث او به کتاب مرقات، مرقات العلوم از مرقات المصابيح با او چی کرده؟ مرقات شرح، ببخشید، مرقات شرح مشکات المصابيح که است با او چی کرده؟ به اصطلاح اعتماد بیشتر داشته از ملا لقاری صاحب، متداول است در مدارس ما، زیاد علما از او استفاده میکنند. و همچنان به کتاب فتح الباری در شرح احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زیاد اعتماد کرده، همچنان در شرح عینی. امی سه کتاب تقریبا از جمله مصادر اصلی کتاب شمرده میشه. در مسائل فقهی به کتاب بدائع الصنائع، که در فقه حنفی کتاب معروف از امام کاسانی صاحب است به او زیاد اعتماد کرده، طبعا به کتاب های دیگری هم استفاده کرده ولی یکی از مراجع اساسیش است. در رجال از تقریب و تهذیب، و در صحابه از کتاب الاصابه یا از انصاب سمعانی صاحب از اینها استفاده کرده و در حل لغات از لسان العرب و قاموس و از اینها استفاده کرده.
طبعا ای مختصرا منهج خلیل احمد سهارنپوری سه بوده در کتاب معروفش بذل المجهود. ای کتاب در سال 1335 شروع کرده، تقریبا 10 سال و 5 ماه ای کتاب در خلال می 10 سال و 5 ماه ای کتاب خود تألیف کرده. مختصرا ای شرح برخی از مناهج که در سنن برای سنن شروح سنن ابو داود است در مورد از نوشته شده امیر ذکر کردیم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.